اینا قرمز رنگن. خب بعد نگاه کنید صاف، صاف دیگه، اونقدر خط و خطوط نداره. اما قلبی و اسکلتی ها مخططن. یعنی چی مخططن؟ یعنی خط دارن. یعنی چی خط دارن؟ یعنی سارکومر دارن. یادتون باشه همشون سارکومر دارن، همشون که نه، این دوتا. خب پس حواستون باشه از نظر رنگ اینا صورتی اند، این دوتا دیگه قرمزن. حالا یه دانش آموز میپرسه آقا مثلا اسکلتی های کند، ما دو نوتار کند داریم، دو نوتار اسکلتی داریم، یک کند داریم، یک تند داریم. خب تند های ما یه ذره سفید رنگ ترن، نه اینکه صورتی باشن و سفید رنگ ترن، قرمزن ولی صورتی رنگ ترن، اما کند های ما قرمزن دیگه. پس آقا اینم قرمز می‌نویسیم. خب این از این دسته. شکلشون هم مهمه، شکل خیلی مهمه که آقا شکل صاف ها تکی ان اینا، یعنی تکی دوکی شکلن، تکی دوکی شکل که مثلا ما چندین حالشو داریم. مثلا ما توی لوله گوارش صاف داریم، حلقوی داریم، مبرد داریم، همه حالشو داریم. خب قلبی ها استوانه منشعبن، استوانه منشعب هستن. اسکلتی ها استوانه بدون انشاب، این خیلی اهمیت داره. خب شما در رابطه با یاخته‌های مایچه قلبی تو فصل 4 در رابطه با این صفحات بینیابنی میخونید که من حالا اینجا بخوام هایلایتش کنم اینجاست. خب صفحات بینیابنی چه کاری میکنن؟ کمک میکنن که من بدون اینکه یک سیناپس مثلا یک فاصله داشته باشم بین یاخته، خیلی سریع پیام رو هدایت بکنم و همه مایچه‌های قلب من حالا تو دهلیزا با هم دیگه، تو بطن با هم دیگه، با هم دیگه منقبض بشن. اوکی ما تو روده مورم نداریم هانی، ما فقط در قلب، بخشید در معده مورم داریم. اوکی حالا یه رمزی هم داره بهش اینجا برسیمتون میگم، محیط. خب محیط حالا یه شو بعده میشه محیط، مورم، حلقوی، طولی، میشه از داخل به سمت خارج. من یه ذره آرومتر سوال میکنم، مثل بچه میگم چرا باشه شد، من یه ذره یواش. جنسشون چیه؟ جنس چی؟ الان میگم ماهان، الان میگم. خب آقا نکات بعدی، از نظر مخطط بودن، از نظر مخطط بودن بریم صحبت کنیم، مخطط هستن یا نیستن، خطدار بودن، شکل رو گفتیم، ظاهرم بگیم، ظاهر، ظاهر صاف هم که خب صافه بدون خط و هیچ گونه صاف. قلبی ها مخططن، مخططن. اسکلتی هم مخططه. پس من بگم هر یا هر نوع یاخته ماهیچه‌ای که دارای خط است، حالا تو این گزینا داریم. نه تو این سوال نه که نداریم، یه سوال دیگه است. خب میگه هم قلبی هم اسکلتی. سارکومر هم دقیقاً همینه. یه سارکومر رو من معادل همین میگم. پس میگم آقا این ندارد سارکومر، ولی این دو تا دیگه داره. الان که بچه‌ها پرسیدن آقا اکتینیوزین همه دارن یا ندارن؟ خب ناکنید سارکومر یه سری ساختارهایی هستش که باعث میشه اکتینومیوزین ها به صورت خیلی منظم کنار هم دیگه قرار بگیرن. اما هر یاخته‌ای که بخواد منقبض بشه نیاز به اکتینومیوزین دارد. اوکی پس از نظر اکتین و میوزین میگم همشون دارند، اما تو صاف خب مثل چیه؟ ببین مثلا تار عنکبوت دیدی رو هر طرفی ممکنه که اکتینومیوزین باشه، اما تو قلبی ها اسکلتینا یه حالت خاص دارن، منظمن. اوکی پس میگم همشون اکتینومیوزین دارن، اما در قلبی و اسکلتی حالتشون منظم‌تر است و به صورت سارکومر قرار گرفته. این نکته بسیار مهمه که آقا هر یاخته که بخواد انقباض انجام بده اکتینومیوزین میخواد. حالا یه سوال، یه سوال قوت نوشتار بیشتر کنید باش، حالا من زوم میکنم. آقا یه سوال، به نظرتون فقط یاخته های ماهیچه اکتینومیوزین دارن؟ یاخته دیگه وجود نداره که اکتینومیوزین داشته باشه؟ داریم، مثال داریم. ماهان سلول های صاف میتونن تقسیم بشن، اما قلبی ها و اسکلتی ها به ندرت. شما تو فصل 7 و 12 میخونید که اینا به ندرت میتونن تقسیم بشن، در حدی که میگیریم نمیشن بشن. حالا من بگید اونایی که اکتینومیوزین دارن لزوما تقسیم میشن؟ مرسی، آره دقیقا. آقا ما مثلا ما تقسیم سیتوپلاست داریم، ما تو فصل 6 و 11 میخونیم که برای تقسیم سیتوپلاست توی یاخته های جانوری، نگی آیا حواستون باشه، توی یاخته جانوری نیاز هستش که حلقه انقباضی تشکیل بشه. شبیه شما اینکه یک کیسه رو در نظر بگیرید، ما میخوایم یه حلقه در بیاریم توش و خلاصه این دو تا سلول از هم جدا کنیم. و اگه حلقه جدا بشه، کمه جدا بشه، باید این اکتینومیوزین ها در هم دیگه فرو برن، فرو برن. اوکی حواستون باشه. بعد نکته مهمیه که حالا یه جمله که خیلی دامدار است، اینکه حواستون باشه ما در یاخته های مایچه‌ای طول رشته های اکتینومیوزینمون کم نمیشه، طولشون، فقط اینا در همدیگه فرو میرن. باشه این حواستون باشه. پس آقا حواستون باشه که طول اکتین و میوزین کلن چیه؟ ثابت است، ثابت است،
اما طول سارکومر میتونه کم و زیاد بشه. این از خب دیگه چه نکته میتونیم بگیم؟ بذار اینم دیگه چیز داریم استانش گفتیم. جاشون هم بگیم آقا قلبه کلن تو قلبه اسکلتی خلاصه توی 600 تا ماهیچه بدن ما هستن که تو حرکت نقش دارن. صافم